درود به یکایک شما دوستان خوب و گل و عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، نازنین ها، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی مهمون منازلتون هستم. اگر موافق باشید با هم به اتفاق بپردازیم به موضوع بسیار جالب و کاملا عجیب امروز. حدودای یک سال و نیم دو سال پیش بود که من در رابطه با زمین تخت یک ویدیوی درست کردم. نمیدونم خاطرتون میاد یا نه، اصلا اون ویدیو رو دیدید یا نه. اجازه بدید برای اینکه ذهنتون کمی با این مقوله‌ای که میخوام تعریف کنم بیشتر آشنا بشه، ابتدا گوشه هایی از اون ویدیوی که من دو سال پیش ساختم رو بار دیگه با هم ببینیم تا در ادامه خدمتتون برسیم و اصل ماجرا این دفعه رو عرض کنم. چون اینکه حتی اگر اون ویدیو رو هم دیدید این چند دقیقه رو تحمل کنید و دوباره ببینید. قول میدم پشیمون نمیشید. موافقید؟ پس شروع میکنید. بخواهید در رابطه با موضوع این بود، من اصلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم، چون میدونم به محض اینکه این موضوع رو بخوام مطرح کنم همگی شما پپ میزنیم زیر خنده، چون از این مسخره سرم نمیشه. ولی کجا واقعیت داره؟ ماجرا چیه؟ مدتی بعضی از دوستان بیننده این شبکه بازی چندین ویدیو مدام میان مینویسن که مهرزاد تو چرا راجع به زمین تخت صحبت نمی کنی؟ کره زمین ما گرد نیست، تخته، مثل دیسکه. چرا می خندید؟ فکر می کنید سرکارتون بزرگتن و دیوانه شدن؟ نگاه کنید؟ یک گاوه جالب اینجاست که این دوستان نازنین
همه که من ادعای تحقیق دارن و میگن تحقیق کردن. فکر کردیم که این دوستان عزیز ویدیو دیدن رو تحقیق میکنن. مکرده ما ایرانی ها خیلی دارن همی که تحقیق کنیم راحت ترین راه رو بریم. ویدیو دیدن برای سرگرمی رو اتفاقی میگیریم تحقیق و خودمون هم میگیم تقریبا تا چند قرن پیش تمام جمعیت دنیا بر این عقیده بودند که زمین کاملا مسطح و صافه. در مورد این هم در اون دوران هیچ شک و شبهه‌ای برای اون مردمان وجود نداشت. هر قومی برای خودش یک تئوری و نظریه‌ای در رابطه با مسطح بودن زمین ارائه می‌کرد. در میان تئوری‌های بسیاری که اقوام مختلف داشتند، بعضی از اونها اونچنان عجیب و غریب بود که باورشون برای مردمان همان قبایل در همان دوران هم سخت بود. مثلا هندی‌ها عقیده به این داشتند که زمین بردوش فیل‌های عظیم الجثه‌ایه و همان فیل‌های بزرگ هم خودشون روی لاک پشت قول پیکرتری بزرگتر سوار هستند و از این دست مزخرفات که هیچ گونه پشتیبانی علمی نداشته و نداره. و همین قضیه تخت بودن زمین کم کم پای خودشو به داخل ادیان ابراهیمی و باورهای مردمان باز کرد. يقول هل الأرض ثابتة أم تتحرك؟ ها ثابتة ولا تتحرك؟ في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل. الأدلة والأدلة أيضا كثيرة على الشمس التي تدور. الأدلة العقلية بارك الله فيكم، لأنكم تقولون أنهم نظريات وما أدري كيف، حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة،
نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟ ثانيا من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من البيت المعمور، أين البيت المعمور؟ في السماء السابعة. محاذاة إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام لو سقط، سقط على إيش؟ على الكعبة. أنتم تقولون الأرض تدور، طيب لو سقط هذا والأرض تدور ويسقط على الكعبة، يسقط في البحر أو يسقط في المحيط أو يسقط في البر هكذا، هذا يدل على أن الأرض ثابتة. قالوا صعدنا إلى القمر وما صعدوا إلى القمر ولا شافوا قمر، وكله صنعوه في هليود مدري فين، وقالوا وخرجوا إلى القمر ولا شيء، ونحن صدقناهم وجرينا خلفهم. دیدید دوستان، متوجه شدید؟ پس این سرزمین تازه کشف شده ای نیست، این عکسیست از زمین ما، البته اونم از نگاه عده‌ای، نه عده‌ای که در دوران باستان زندگی میکردند و از علم امروز بی بهره بودند. درست فهمیدید، تصویریست که برخی ها در همین قرن اخیر میکشیدند و معتقدند همه این تصاویر ساخته و پرداخته دانشمندانیه که برای قدرت های بزرگ کار میکنند. چرا ما رو فریب دادن؟ چون به گفته اونها ما کودک باید بمانیم و نباید همه چیز را بدانیم. متوجه شدید که زمین تخت‌گرایان منطقه قطب جنوب و نه منطقه در قسمت پایین زمین میدونند، اونها قطب جنوب و سراسر زمین میدونند. اونها میگن در این مناطق منابع ارزشمندی وجود داره که کسی نباید از اونها آگاهی پیدا کنه. چطور به این نتیجه رسیدند؟ زمین تخت‌گرایان مثل اجدادشون در هزاران سال پیش فکر میکنند، اونم این که زمین مسطحه و این خورشید و ماهه که به دور زمین میگرده. اونها گردش زمین به دور خورشید رو باور نمیکنند و سفر انسان به ماه و دروغ و خیالی میدونند. اگر گذشتگان ما به خاطر نبودن ابزار علمی به مسطح بودن زمین باور داشتند، زمین تخت‌گرایان امروزی با وجود این همه وسایل فقط به این دلیل تابع این عقیده شدند که سخن گذشتگان نباید زیر سوال برود. واقعا که دنیای عجیبی است. از داستان‌ها و افسانه‌های قدیمی برداشت‌های شخصی دارند و اصرار به این که تمام علم امروز را وادار کنند تا فقط و فقط به همان برداشت شخصی آنها برسد و نه چیز دیگر. زمین به دور خورشید بچرخد؟ استغفرالله. نه، زمین صاف است، پس باید خورشید حتما بالای آن بچرخد. ماه رو هم روبرویش فرض کردند تا شب و روز این چنین درست شود، درست شبیه همان چیزی که قدما تصور میکردند. پس تکلیف فصل ها چه میشه؟ اونا مدار حرکت خورشید رو بیضی فرض کردند تا بتونن اینجوری به وجود اومدن فصل ها رو درست کنند. اما دوباره به خاطر حرکت دایره‌ای نظریه روز و شب بودنشون زیر سوال میره که زیاد صداشو در نمیارن و روش سرپوش میذارن. بازرنگی تمام تصویر کره زمین از آپولو 17 رو دستکاری میکنند و با نشان دادن همان دستکاری ها اصالت تصویر رو زیر سوال میبرن. درباره این پرسش که چرا ستاره های آسمان نیم کره جنوبی با ستارگان نیمکره شمالی متفاوت است، دلایل مسخره می آورند. اونها جو زمین رو همچون سپری محکم می دونند که نمیشه از اون عبور کرد و منحنی حرکت فضاپیماها به سمت جو را نشانه ای بر همین نظریه می دونند. ای وای بر ما. از دید اونها اگه قراره به سمت بالا ما بریم، حتما میبایست مستقیم و در زاویه 90 درجه حرکت کنیم و انحنای درجه برای حرکت موشک معنایی نداره.
برای اینکه این منحنی پرتاب رو شدیدتر نشون بدند، تصاویر موشک های سقوط کرده رو به جای تصاویر موشک های موفق نشون میدند تا بتونن این چنین نظریه غیر ممکن بودن خروج از زمین رو نشون بدند. زمین تخت‌گراها نیروی جاذبه رو اصلا قبول ندارند. برای خورشید گرفتگی دلایل تخیلی میارند. عده‌ای از اونا میگن یک ستاره بزرگ سیاه در آسمون میگرده و هر چند وقت یک بار جلوی خورشید رو میپوشونه. برخی از اونها هم وجود گره‌هایی رو در کره زمین باعث این امر میدونند که نور ماه یا خورشید رو اصطلاحاً میبلعد. و اینجوری اونها به این نتیجه میرسند که کروی بودن زمین دروغ بزرگ سازمان فراماسونری و یا ایلومیناتی است. دلولوی بزرگ همیشگی که هنگامی که ما پاسخی برای پرسش‌های خودمون نداریم، تنها میتونیم که پای اونها رو به وسط بکشیم. علم برای آنها باید همان شود که برداشت‌های آنها را از قصه‌های کهن جلوه دهد، وگرنه اون علم که علم نیست. نبرد علم و جهل درباره مرکزیت زمین در جهان سابقه قدیمی در تاریخ بشر داره. از آنجا که پیشینیان و قدمای ما بدون در دست داشتن وسایل پیشرفته امروزی تنها می‌توانستند با نگاه کردن به آسمان از چیستی آن سر در بیاورند، چاره ای نداشتند، به قصه ها و افسانه ها روی می آوردند. خورشید برای مصری ها این شخص بود، رع، مهمترین خدایشان، که هر روز بر فراز آسمان زمین حرکت می کرد. مثل باقی تمدن های کهن که هر کدام خورشید را به گونه ای می پنداشتند. سومری ها و بابلی ها اون رو اوتو یا شمش نامیدند و در دوره ودایی هند خدای خورشید سوریا بر تختی نشسته و اسب ها و فیل های بزرگ اون رو در آسمون به هر سو می کشنند. مثل این خدا در یونان باستان که هلیوس نام داشت و سوار بر عرابه آتشین هر صبح بر آسمان زمین به تاخت حرکت می کرد. یا آماتراسو، ایزدبانوی خورشید در دین شینتوی ژاپن، که بر فراز آسمان راه می‌رفت و زمین را اینچنین روشنایی می‌بخشید. و اما قصه پردازان امروزی که خورشید را همچون لامپی کوچک بر فراز زمین می‌پندارند تا اینچنین زمین مرکزیت خود را در جهان از دست ندهد. بر فرض که زمین تخت باشد، تمام اجرام آسمانی چطور کروی هستند؟ بله، زمین تخت است، چرا که آنها میگویند. گرچه در همان قدیم برخی از دانشمندان همچون بطلمیوس، آریستاخوس، آرشمیدس به کروی بودن زمین سرانجام رسیدند، اما قرنها سلطه ادیان، سلطه دین بر بشر توانست دانشمندان را سالهای سال وادار به سکوت کند و کروی بودن زمین را کفر میپنداشتند تا فقط چیزی که ادیان میگویند صحیح جلوه کند. امروز هم ادامه همین نبرد را ما در غرب میبینیم. اما پرسشی که خیلی آزاردهنده است اونه که چرا پای زمین تخت‌گرایان به ایران باز شده؟ آن هم در کشوری که اصلاً بر سر اعتقادات گذشته خود تعصبی ندارد و از قدیم دین را محترم و علم را گرامی می داشته. ما ایرانی ها هر زمان مطالب علمی را به دست آورده ایم، مثل جان گرامی و مثل گنجی پاس داشته ایم، مانند ابو ریحان بیرونی که کروی بودن زمین را قبول داشت، یا بسیار قبلترش در اندرزنامه مینوی خرد که زمین گرد همچون زرده درون تخم مرغ دانسته شده، نه تنها یک سطح صاف زیر آسمان. اما دوستان، نکته اسفبار و تأسف انگیز این ماجرا اینه که در کشوری انجمن زمین تخت گرایان گسترش پیدا میکنه که همونطور که پیشتر خدمتتون گفتم دانشمندان بزرگی رو به جهان معرفی کرده و همگی این دانشمندان نخستین دانشمندانی بودند که
کروی بودن زمین رو به رسمیت شناختند. البته پیشتر هم بودند کسان معروف و مشهوری که زمین رو تخت می دونستند و بر سر اون سوگند می خوردند. اما خوشبختانه اونها قبل از مرگشون بالاخره تونستند بفهمند که زمین تخت نیست، زمین کرویه. می دونی چه کسی رو می گم؟ شاید معروفترین این افراد کسی نباشه به جز سلطان عربستان پادشاه فهد، پادشاه اسبق کشور عربستان. ماجرا چیه؟ داستان از این قراره که در سال 1985 فضاپیمای دیسکاوری برای یک ماموریت 7 روزه در 26 خرداد ماه سال 1364 زمین رو ترک کرد. نکته جالب این ماجرا اینه که در بین سرنشینان این فضاپیمای دیسکاوری یک شاهزاده سعودی به نام سلطان سلمان ابن سعود هم حضور داشت. سلطان ابن سلمان فرزند سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان از یکی از ازدواج ایشونه. وی در جریان سفرش که به طور زنده از تلویزیون عربستان نیز پوشش داده میشد، در براه انداختن 3 ماهواره ارتباطی از جمله سازمان ارتباطات عربی یا همون عربسات همکاری کرد و تعدادی آزمایش هم که به دست دانشمندان سعودی طراحی شده بود ایشون در سفینه انجام داد. سرانجام فضاپیمای دیسکاوری پس از سفری 7 روزه در 4 تیر ماه سال 1364 در پایگاه هوایی ادواردز فرود اومد و نام سلطان سلمان ابن سعود به عنوان نام نخستین مسلمان فضانورد به ثبت رسید. ایشون در حال حاضر از بیماری آلزایمر به شدت رنج میبره. اما نکته جالب این ماجرا اینه که هنگامی که ایشون در فضاپیمای دیسکاوری بود، ارتباطی تلفنی با پادشاه فهد برقرار کرد. بخشی از این ارتباط از تلویزیون عربستان به طور زنده پخش شد. اما این ارتباط بخش دومی هم داشت. در بخشی از این ارتباط که از تلویزیون عربستان پخش نشد، گفته میشه که سلطان فهد از شخص فضانورد پرسش هایی میکنه. پرسش ایشون به این صورت بوده: آیا شما مسلمان هستی؟ ایشون پاسخ میده: بله. آیا به وحدانیت خدا اعتقاد داری؟ ایشون پاسخ میده: بله. آیا کتاب قرآن رو کتاب خدا میدونی؟ ایشون پاسخ میده: بله. بعد پادشاه از ایشون میخواد که قسم جلاله بخوره. در بین اعراب گویا قسم جلاله به قسمی میگند که 3 بار نام الله یا نام مقدسی گفته بشه و بعد به پرسش پاسخ داده بشه. اینجور که من شنیدم، که البته از صحت و سقم اون مطمئن هم نیستم، قسم جلاله میخوره و بعد پادشاه از ایشون میخواد که از پنجره فضاپیما به بیرون نگاه کنه و به ایشون بگه که زمین از اون بالا به چه شکله و شخص فضانورد یعنی همین آقای سلطان ابن سلمان میگه که پادشاه زمین کاملا کرویه و به این شکل میشه که پادشاه عربستان پیش از فوتش متوجه میشه که زمین کرویه. جلالة الملك فهد بن عبد العزيز، إذا سمحتم السلام عليكم، شرفونا. الابن عزيز سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أنتهز هذه الفرصة لأبعث لك ولزملائك من وطنك المملكة العربية السعودية. بله، حالا چرا من میخوام در رابطه با مسطح بودن یا کروی بودن زمین با شما سخن بگم؟ چون همینجور که دیدید دوستان، تعداد زمین تخت گرایان روز به روز داره بیشتر میشه و همگی به این دروغ بزرگ دارن دامن میزنن.
بر اساس یک آمار نظرسنجی که توسط یک شرکت معتبر به نام یوگاو در آمریکا انجام شد، 34% از جوانای آمریکایی امروزه در مورد کروی بودن زمین کم کم دارن دچار شک و تردید میشن. جالب اینجاست که بدونید رئیس همین انجمن زمین تخگرایان در یک مصاحبه گفته که از سال 2009 سالانه چند صد نفر به انجمن ما میپیوندن و چشمشان به روی حقیقت باز میشه. اونا در ادامه میگن که در حال حاضر چندین میلیون نفر در کره زمین به تخت بودن زمین اعتقاد راسخ دارند. افراد مشهور و معروف بسیاری هم در این انجمن عضو هستند. از جمله اونا میشه به اروینگ، ستاره بسکتبال حرفه‌ای آمریکا که در لیگ NBA حضور داره، و همچنین آقای بابی ری سیمونز JR، معروف به باب، رپر معروف آمریکایی که اتفاقا به شدت هم تلاش میکنه این موضوع رو برای دیگران و خصوصا طرفدارانش بقبولونه. وجود همین افراد ناآگاه و همین سلبریتی ها باعث شده که امروز روزه 34% از جوانای آمریکایی در نظرسنجی گزینه من مطمئن نیستم که زمین کرویه رو انتخاب کنن. و اما در پایان فقط من یک مسئله رو برای شما از لحاظ علمی باز میکنم. امیدوارم بتونم این شک و شبهه رو در مورد تخت بودن زمین از بین ببرم. نمیدونم دوستان شما پدیده ماه گرفتگی یا خسوف رو در آسمون مشاهده کردید تا به امروز یا خیر. پدیده خسوف یا ماه گرفتگی زمانی اتفاق میفته که زمین ما بین خورشید و ماه قرار میگیره. هنگامی که زمین ما بین خورشید و ماه واقع میشه، زمین باعث میشه که نور خورشید به سطح ماه نرسه و سایه زمین به روی ماه بیفته. برفرض اگر زمین تخت باشه، سایه‌ای که از زمین به روی ماه میفته باید به این شکل، یعنی مثل یک مستطیل باشه. ولی همگی ما میدونیم که هنگام ماه گرفتگی سایه‌ای که از زمین به روی ماه میفته حالت هلالی و بیضی رو داره و این همون انحنای زمینه و این همون مسئله‌ایه که باعث میشه ما متوجه بشیم زمین کاملا کرویه. برای این دوستان زمین تختگرا چه توجیهی دارند؟ پدیده ماه گرفتگی که به قول خود همین دوستان از هرومن شمسه و همگی تجربه کردن. کروی بودن زمین باعث میشه تا در هنگام ماه گرفتگی سایه‌ای که به روی ماه میفته کروی باشه و بیضی باشه. خب دوستان، این نظر و عقیده من بود که زمین کرویه. حالا نظر و عقیده شما چه چیزه؟ آیا شما هم باور دارید زمین کرویه یا نه باور دارید که زمین تخته؟ از اینکه منو تا انتهای این اثر همراهی کردی از شما بی نهایت تشکر و سپاس و قدردانی می کنم و در انتظار پاسخهای شما در رابطه با زمین تخت یا کروی هستم. دوستدار یکایک شما، خدمتگزار شما، مهرزاد. کات. فلات. Start up.